سلام هیلاتلیا عزیز، میخوام 5 تا اپلیکیشن، نه 10 تا اپلیکیشن بهتون معرفی کنم که تنوع زیادی داره و همه جور اپلیکیشنی توشون هست. حتما تا آخر این ویدیو رو ببینید، احتمالاً دو سه تاش براتون جالبه، یکی دو تاش هم حتما به کارتون میاد. همین الان ازتون میخوام که از این ور ویدیو رو لایک کنید، این یکی دکمه این ورم بزنید تا ویدیو سیو بشه. اپلیکیشن اسکین رکورد رو روشن میکنیم تو گوشی و میخوایم بریم ببینیم که این 10 تا اپلیکیشنی که بهتون گفتم چی کارا انجام میدن، تو هر کدوم چه ویژگی ها قابلیت هایی هست. بریم از اولی شروع کنیم. اولی مخصوص کسایی که اعصابشون یکم داغون و خط خطیه، خط خطی میکنن یه صفحه‌ای که اعصابشون آروم بشه، یا از این کسایی هستن که صفحه گوشیشون عادت دارن هی تمیز میکنن، گلسشون رو هی عادت دارن دست میکشن. این به درد اونجور افراد میخوره. میریم توی اپلیکیشن، یه صفحه مشکی تمام که وقتی دستتون رو روش بکشید میبینید که چه اتفاقات خارق‌العاده‌ای میفته و خیلی جذاب. من که خودم الان خیلی خوش آمد. یکم بازی کنیم، بعد یه چند ثانیه صبر میکنید، صفحه دوباره مشکی شد، این دایره سفید میره. این دایره سفید منو رو که بزنید، این بالا 5 تا حالت کلی داره، بعد ببینید شکل رو عوض میکنه. مثلا این یکی بزنیم، این دوندون است، کامل شکل رو عوض میکنه. تازه اینجا این پریست رو که بزنید، این همه جزئیات رو میتونید دستی تغییر بدید، مثلا حالا احتمالاً رنگ، نمیدونم شارپ بودن، چیزهای مختلفه که دیگه وقتگیر میشه، من انجام نمیدم. یک کم بیت پوینتر یه گزینه جذاب دیگه اینجا داره، یکی رنگ، مثلا RGB که بذارید کلاً طیف رنگی رو خیلی متفاوت میکنه. ببینید رنگ رو چطور شد، یا مثلا بذاریم روی سینگل، طیف رنگ‌های نزدیک به هم رو فقط انتخاب میکنه، مثلا توی یه بازه رنگی باشن. و اینجا حالا این صفحه که تکون دادم، این دایره که دارم تکون میدم، این مال اپلیکیشن اسکرین رکوردره، گذاشتم پایین اون گوشه چون میخوام یه عکس بگیرم. عکس از چی بگیریم؟ این کپچر رو میزنیم، یه دونه مربع اینطوری باز میشه، بعد اینطوری شروع میکنیم این یکم شلوغ کردن اینجاها، پاز میکنید، بعد عکس میگیرید. عکس که میگیرید اینجا نوشته اسکرین شات سیو. میریم تو فوتو، بیام اینور، میریم تو فوتو و اینجا یکم اینا، این عکسیه که الان در از همین الان من کشیدم، پاس کردم و عکسو گرفتم. همینطوری اسکرین شات می‌سازن تو خیلی از اپلیکیشن‌ها می‌فروشن. حالا شاید قیمت زیادی نباشه، ولی هر اسکرین شاتی که، هر اسکرین سیور یا هر والپیپری که دوست دارید و میتونید بسازید. اشتباه گفتم اسکرین شات. دومی اپلیکیشن به اسم مایندلیک که مخصوص تینیجر هست به نظرم بیشتر، چون بیشتر سر تو گوشیشون هستن و یهو میبینن که چشم هم زدن 4 ساعت پای اینستاگرام یا 3 ساعت تو تلگرام دارن میچرخن تو چنل های مختلف و اصلا خودشون هم متوجه نشدن. میریم تو اپلیکیشن ببینیم چی کار میکنه. یه کار خیلی جذاب میکنه، 3 تا حالت مشخص داره، یکیش دوربین جلو باز میشه، یکیش هم هر ویدیویی که دوست داری، یا ویدیو رکورد میکنه یا از ویدیوهای گالری، یکیش هم که گیف داره، حالا هر گیفی که خواستید. اینو یهو میاره رو صفحه بعد از تایمی که خودتون مشخص کردید و تو اپلیکیشنی که خودتون مشخص کردید. حالا من مثلا فرانت کامرا رو بزنم، بعد این تست اوورپلی رو بزنیم ببینید بعد 5 دقیقه، اگه من مثلا ست کرده باشم تو اینستاگرام، بعد 5 دقیقه این باز شه، این همینطوری میاد اونجوری وسط صفحه و کاملا منو از اون انزوای درون اینستاگرام میکشه بیرون و میگه بسته پاشو برو. اپلیکیشن بعدی مخصوص کساییه که یه جورایی حساسن، نگرانن نسبت به هک شدن، یعنی یه اپلیکیشن امنیتی میخوام بهتون معرفی کنم. اسم اپلیکیشن اکسس داته. بریم داخلش. قبلش اینو بگم، من افرادی رو دیدم لنت برق میزنن رو دوربین جلو. نکنید، این اپلیکیشن کمکتون میکنه که اگر دوربینتون در حال استفاده است، میکروفونتون در حال استفاده است و خودتون خبر ندادید یا به اصطلاح هک شدید، متوجه بشید. اینجا ببینید توی ستینگ اپلیکیشن یه دایره سبز برای دوربین، یه دایره زرد برای میکروفون داره. میتونید جاش انتخاب کنید، مثلا بالا سمت چپ، راست، پایین، هم بالا راست خوبه، و میتونید این پایین هم سایزش رو انتخاب کنید. بعد اون وقت از اپلیکیشن میاد بیرون. الان چون اپلیکیشن اسکرین رکورد روشنه، میکروفون این گوشی در حال استفاده است. این بالا رو ببینید نارنجی شد. حالا بریم تو کامرا. تو کامرا که میریم ببینید دو رنگ شد، هم زرد هست هم سبز. چرا؟ چون دوربین هم در حال استفاده است. حالا هر کاری که دارید میکنید، این بالا یهو این نارنجی اومد، بدونید میکروفونتون رو واقعا وصل شده، هکتون کردن. اپلیکیشن بعدی یه جورایی مسخره ترین، ساده ترین و بامزه ترینه، اپلیکیشن پلک زدن.
میگم وقتی مثلا یه متنی رو دارید میخونید با صفحه گوشی منظورم یا تبلت، فاصله پلک زدنتون زیاد میشه و برای چشمتون ضرر دارید، باید دارید به این صفحه نگاه میکنید. اپلیکیشن ساختن که به شما پلک زدن رو یادآوری کنه. اصلا دنیای عجیبیه واقعا. میریم تو اپلیکیشن، اسمش بیلینکه، یعنی همون پلک زدن. تو اپلیکیشن جای پلک رو که این یارو آلارمشو انتخاب میکنید، سایزش رو انتخاب میکنید، این پایین هم شکلش رو و زمان که چند ثانیه بار یادآوریتون کنه. بعد اون وقت از اپلیکیشن که بیاد بیرون، این هر 5 ثانیه یه بار اونجایی که شما انتخاب کردید میاد و یادآوری میکنه که پلک بزنید. اپلیکیشن بعدی مخصوص کسایی که اهل موسیقین، اهل خوندن با آهنگان، زمزمه کردن و دوست دارن متن آهنگان هم بلد باشن. اسم اپلیکیشن موزیک مچه، موزیکس مچ، که قدیمی ترین اپلیکیشنیه که متن آهنگو میاره و آرشیوش از بقیه اپلیکیشن‌ها یه جورای کامل‌تر، یه جورای تای قضیه اینه دیگه. بریم تو اپلیکیشن ببینیم آهنگا که تو خود گوشیتون هست. اصلا نیاز نیست حتما اینجا آهنگو دانلود کرده باشید، تو خود گوشیتون هست، از این موزیک پلیر فقط پلی میکنید، به اینترنت که وصل بشه متن رو میاره. بعد اینطوری همزمان با خواننده سفیدم میکنه که یعنی بولش میکنه که راحت‌تر شما بتونید که متن رو یاد بگیرید یا بخونیدش. فکر کنم اپلیکیشن جذابیه. اگه دنبال یه والپیپر خوب با کیفیت هستید، یا والپیپر رسمی که مثلا واسه آیفون 13 معرفی شده، یا مثلا اس 21 که سامسونگ، آیپد مینی، همون رو می‌خواید روی گوشی تبلتتون داشته باشید، میتونید از این اپلیکیشنی که الان میخوام بگم استفاده کنید، اپلیکیشن استوکی. بریم تو اپلیکیشن. مثلا الان من اومدم تو سامسونگ، اینجا ببینید اپلیکیشن والپیپرهای مختلفی که برای گوشی‌های سامسونگ به همون اسم معرفی شده رو میتونید اینجا ببینید. مثلا اینا الان مال سری اس 21، میتونید هر کدوم دوست دارید استفاده کنید. برگردیم عقب، این پایین اپل رو مثلا داره، مثلا اینا مخصوص 13 پرو مکس، 13 پرو، و اینا رو میتونید همه رو استفاده بکنید. این اپلیکیشن برای والپیپر. اگه هیلاتلی هستید و اهل هدفون و اسپیکر و موزیک گوش دادن و همیشه دوست داشتید که اونطوری که خودتون دوست دارید صدا رو تنظیم کنید، این سری میخوام یه دونه اپلیکیشن اکولایزر معرفی کنم تا برای همیشه و همه جا به دردتون بخوره. اپلیکیشن اسمش هست پاور امپ اکولایزر. اپلیکیشنی که قابلیت‌های زیادی داره. شما میتونید باس و تریبل و اینجا تغییر حالت بدید یا تغییر اندازه بدید، هر چقدر که دوست دارید تنظیم کنید. میتونید از اکولایزرهای دیفالتش استفاده کنید، روی پریست بزنید. اینجا سری اکولایزر دیفالت داره که تعدادشون کم هم نیست، قابل توجهه، و میتونید هر کدوم از این ستونا رو کم و زیاد بکنید و دستی اون قسمت از صدا رو اونطوری که دوست دارید بسازید. نوتیفیکیشن های تبلیغاتی همه جا رو مخ آدمه. تو اپلیکیشن ها که تازه اجبار دارید 5 ثانیه صبر کنید، تو براوزر هی میاد اون بالا پاپ اپ میاد، اصلا یه وضعیتیه. اگه یه چیزی باشه بتونیم اینا رو بلاک کنیم عالیه، و اون چیز اسمش پرسونال دی ان اس فیلتره. یه اپلیکیشن که فقط روشنش میکنید تا جایی که بتونه فیلتر میکنه. حالا نمیدونم تواناییش چقدره، امیدوارم تواناییش 100% باشه. اپلیکیشن بعدی یه ساعت لایف هست که میفته روی مثلا بک‌گراندتون یا اسکرین سیورتون، هر کدوم که بخواید، و میتونید همه جزئیاتش هم تنظیم کنید. ساعت رو ببینید، ساعت خوشگلیه. میتونید عقرب کوچیکه، عقرب بزرگه، ثانیه شمار، این گردالی این پایین که داره میچرخه، سایزش و رنگش و ضخامتش و همه چیشو میتونید تغییر بدید به اضافه بک‌گراند، و بعدش در نهایت پریویو بزنید روی اسکرین سیور و روی والپیپر، یعنی صفحه گوشیتون داشته باشید. ساعت جذاب خوشگلیه، گفتم بهتون نشونش بدم. آخرین موردی که میخوام بهتون معرفی کنم یه شخصی سازی دیگه است برای اندروید. اندروید و شخصی سازیش دیگه، شما هم بتونید ویجت اضافه کنید، کاری که دوست دارید بکنید، حتی روی اندروید پایین‌تر کاری که روی اندروید بالاتر میشه انجام داد و انجام بدید. یه دونه اپلیکیشن هست به اسم اندروید 12 کلاک که میتونید ویجت هایی که مربوط به اندروید 12 احتمالاً یا انگار حالا اینطوری میگن بیارید روی گوشی خودتون. الان اینجا مورفری تیمز رو میزنید و یه دونه رو انتخاب میکنید، اتوماتیک اد شدن رو انتخاب میکنید، و در نهایتش اینطوری از این ساعت ها اضافه میشه که این ساعت ها رو میتونید رنگش رو عوض کنید، سایزش رو عوض کنید و قابلیتش رو عوض کنید. وقتی هم روش کلیک کنید اینطوری میاد توی همون قسمت کلاک گوشی که آلارم و کلاک و تایمر و همه چی هست. اینم از معرفی 10 تا اپلیکیشن اندرویدی که البته بعضیشون برای آی او اس هم هست، ولی خب بعدا میخوام یه ویدیو جدا مخصوص آیفون درست کنم. بعضی از این اپلیکیشن ها بامزه بود، سعی کردم اپلیکیشن فان باشه، سرگرمی باشه، و حالا شاید چیز کاربردی هم توش باشه. امیدوارم که دوستشون داشته باشید.